برگزاری گرد همایی سالانه مقاومت ایران با بازتاب‌های گسترده جهانی همراه بود، اما واکنش رژیم آخوندی نسبت به این گرد همایی چی بود؟ چی شد که اون همه ادعای دیپلماسی قدرت و دیپلماسی میدان به شکایت و موضع‌گیری علیه فرانسه تبدیل شد؟ گزارش کوتاهی ببینیم، بعد با میهمان برنامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. گرد همایی سالانه مقاومت ایران پس از درهم شکستن توطئه‌های استعماری ارتجایی روز 10 تیر 1402 در پاریس برگزار شد. گرد همایی باشکوه و بی‌سابقه‌ای که دل دوستان آزادی ایران را شاد و چشم دشمنان مردم ایران را کور کرد. حکومت آخوندی هم که پیش از برگزاری گرد همایی بر طبل پیروزی میکوبید که با دیپلماسی میدان مانع برگزاری گرد همایی سالانه مقاومت شده، از فرط درماندگی به هزیانگویی روی آورد. چند نمونه از نظرتان میگذرد؟ جای خوبی آوردید شما، بحث رو بحث فرانسه و آلبانی رو مطرح کردید. من دنبال میکنم مثل شما با علاقه اخبار فرانسه رو، چون خیلی تناقضای جالبی داره. یه دونه توییت خوندم از یه خبرنگار فرانسوی، گفت که یکی از علتهایی که خشونت پلیس فرانسه بالا رفته و اونجا اون اتفاقات داره میفته، حضور برخی از اعضای منافقین در جمع پلیس فرانسه است. عضو شورای مرکزی حزب جمهوری رژیم هم گفته احتمال دارد اعضای مجاهدین به سرزمین‌های اشغالی فرستاده شوند و از وجود اینها برای سرکوب فلسطینی‌ها استفاده شود. اکنون که اتهامات واهی کشتار کردها و شیعیان عراق و دریافت پول از آمریکا و فرانسه و دیگر کشورها سوخته و جهان به چشم استقلال مالی و سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران را دیده، چنین یاوه‌هایی را به زبان می‌آورند که البته چیزی جز گیجی ناشی از ضربه سنگین برگزاری گرد همایی بی سابقه مقاومت ایران نیست. بله، گزارش رو دیدیم. و اما این روزها به دنبال برگزاری موفقیت‌آمیز کهکشان امسال، شاهد موضع‌گیری‌های عناصر مختلف رژیم به خصوص علیه فرانسه هستیم. ما می‌خوایم بررسی بکنیم که علت چیه. همراه هستیم با آقای محمدعلی مهرابی از آلمان تا به این موضوع بپردازیم. آقای مهرابی سلام می‌کنم خدمت شما، خوش اومدیم برنامه ما. منم خدمت شما سلام می‌کنم آقا امیدی، و همچنین سلام به بینندگان عزیزتون و درود و سلام بر کنونهای شورشی، در خدمتم. خواهش میکنم. اجازه بدید من سوال رو اینطور شروع بکنم. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در رابطه با کهکشان مقاومت گفت: مایلم عرض نمایم که فرانسه به جای اینکه تریبون‌های را در اختیار مجاهدین قرار دهد، اقدام به اصلاحات سیاست‌های اشتباهش داشته باشد. این یک نمونه از اظهارات عناصر و سردمداران رژیم در مورد کهکشان مقاومت بود. از این دست اظهارات زیاده. نظر شما در مورد این قبیل حرف‌ها چیه؟ بله، از بزرگتون در همین گزارشی که قبل از این پخش شد دیدیم که واقعا هجویاتی این در واقع مانده های رژیم میگن. اجازه بدید قبل از این که من به این بپردازم، یه خلاصه ای از جریانی رو که ما طی کردیم تا کهکشان خیلی خلاصه براتون عرض کنم. ما در گرما گرم تدارکات کهکشان بودیم و دعوت از هموطنان که خبر شنیده شد که جلاد 67 به مدت 90 دقیقه با آقای ماکرون تلفنی صحبت کرده. به هر حال هر هواداری بوهای این رو به مشامش میرسید. متوجه شدیم که خبرهایی هست، ولی این خبرها عزم ما رو صد چندان کرد. در این مسیر خیلی کوتاه به عرضتون برسونم برخوردهایی که داشتیم با هموطنا
واقعا تمام هموطنهایی که ما باشون برخورد میکردیم از رژیم عبور کرده بودن، حالا چه مخالف چه موافق مجاهدین، همه از رژیم عبور کردن. این یکی از دستاوردهای قیام 1401 که ولی تماما از این امر قلبا خوشحالم بودن که یک حرکتی شده، به خصوص بعد از این خیانتی که این به اصطلاح آلترناتیف های دست ساخته باعث شده بودند، برای اونها یک دلگرمی بود. تا اینکه خبر رسید که پلیس فرانسه تظاهرات رو ممنوع اعلام کرده، ولی این خبرها واقعا عزم ما رو بیشتر میکرد در دعوت از هموطنا. خب مشخصه بحثایی پیش میومد، شکیاتی پیش میومد، شبهاتی بود، نگرانی هایی بود. و تا اینکه حمله پلیس در آلبانی پیش اومد، دقیقا یادم میاد که بلا فاصله بعد از شنیدن این خبر که از هموطنا از اسپانیا زنگ زد به من، چه خبره؟ که من بهشون عرض کردم سازمان مجاهدین از هفت خانه این آتش ها عبور کردن، از اینم عبور خواهند کرد ولی با صلابت تر. و خدا رو شکر میکنم که این هم شد. البته من که مطمئن بودم، ما در این راه و در این مسیر بودیم که با شهرهای دیگه در تماس بودیم، حتی در این میان گاهی حتما خودتونم تو فضای مجازی دیدی چه چیزهایی که نمیگفتن، میگفتن اگر برید فرانسه حتی ممکنه موقع برگشتن فرانسه تمام مرزها رو، به خاطر این شورشایی که در داخل پاریس پیش اومده بود و بعضی شهرهای دیگرش، حتی مرزها رو ببندن و شما دیگه نتونید برگردید. اینها رو به واقع هم شنیدم و هم دیدم در فضای مجازی. ببینید تا کجا اینها امیدوار بودن و به چه ترفندهایی که دست نمی زدن. حتما خودتونم میدونید که امام جمعه هاشون هم از صحبت های پشت پرده صحبت کردن، میبخشید میخندن، چون این شل مغز ها باید بدونن که اون مسائلی که پشت پرده با کشورهای خارجی در میان گذاشتن گفتنش به حال مصلحتی نداره، ولی اینها که خودشون حرف نمیزنن، فرمان رو از عظمای درمانده میگیرن. و ببینید عظما چقدر درمانده تر بوده که این رو هم خرج کرده، حتی زد و بندهای پشت پرده هم خرجش میکنه. و حتما خودتونم شنیدید که برای استرداد اتوبوس ها در نظر گرفته بودن، یا هواپیما یا از این حرف. اما مقاومت سیلی محکم رو بر بناگوش عظما نواخت و این شلمغزها به هذیانگویی افتادن. از جمله هذیانها همین صحبت های این جلالزاده به اصطلاح رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیمه. بله نزدیک بود چیز دیگه عرض کنم، ولی خب به هر حال از بزرگتون که سوزش رژیم کاملا واضحه. رژیم یک شکست استراتژیک بسیار بزرگ خورد، نه فقط رژیم بلکه مناشدگران هم به همچنین. یعنی دیدن با مقاومتی طرف هستند که این مقاومت به قول آقای مسعود عجبی یک پدیده خلق و سائک نیست، که یک ریشه 57 ساله سازمان مجاهدین داره و این مقاومت 40 اندی سال با خون شهداش این مقاومت رو آبیاری کرده و به اینجا رسیده.
و دارای برنامه است. اجازه بدین یک مقداری من فقط از یکی از نمایندگان مجالسی که در این کهکشان حضور داشتن، نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی بود. آقای کوتاه خواهش میکنم آقای مهرابی. بله چشم. من فرصتمون خیلی کوتاست با عرض معذرت. بله چشم. ببینید ایشون میگه برای تغییر سه شرط وجود داره: رهبری، برنامه و مردم. میگه رهبری که اشاره میکنه به خانم مریم رجبی، دیگه از این عالی تر وجود نداره. برنامه ده ماده خانم رجبی رو هم که روی میزه و افراد رو هم که در کهکشان و در حمایتاشون از داخل ایران دیده میشه و کانونهای شورشی. من وقتتون رو نمیگیرم، گفتنی بسیار دارم. ای کاش بسیار کمی وقت بود و براتون یه مقدار دیگه از این برنامه عرض میکردم خدمت شما و شنوندگان. همونطوری که خودتون هم میگین، راستش با هر کس صحبت بکنیم در مورد این کهکشان شاید کتاب ها سخن داره و خیلی میشه در موردش صحبت کرد. برجهت ما تشکر میکنیم از شما به خاطر صحبتاتون، به خاطر شرکتتون تو این برنامه و نکاتی که با ما به اشتراک گذاشتید. درود بر شما. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم. درود بر شما مهرابی.